خوش آمدین آقای ابراهیمی، صبح شما بخیر. تشکر، سلامت، خوش باشین. صبح شما همچنان بخیر. در قدم اول سلام خدمت شما، سلام خدمت بیننده های تلویزیون پیکان، برنامه پیک پگا. غلام سخی ابراهیم هستم، یکی از اساتید ورزش رزمی پروفشنال کیک بوکسینگ. بله، شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان تلویزیون پیکان. اکنون ورز هستم، یک تن از قهرمانان کم تمرین مبارز افغان. بسیار نخست سلام عرض می‌کنم به شما و زنده اطلاع به تمام مردم افغانستان که ما را از تلویزیون پیکان تماشا میکنند. تقی هستم، محمدی تخلص میکنم، یکی از قهرمانان کلب مبارز تحت نظر استاد غلام سخی ابراهیمی. آها، شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اولتر از همه سلام به شما و بیننده های تلویزیون پیکان. است برنامه پیک پگا فرهاد تقدیر هستم، یک تن از مبارزین کلاب مبارز افغان. سلام، احترام عرض و ادب دارم، محمد عوضی بادار هستم، یکی از قهرمانان کیک بوکسینگ مبارز افغان. بسیار خوب، خوشحال هستیم که شما قهرمان ها را امروز در استودیوی پیک پگا با خود داریم. آقای ابراهیمی، بیاین درباره امی پروفشنال کیک بوکسینگ بگوین که چه قسم یک ورزش است. پروفشنال کیک بوکسینگ ورزش رزمی است، یعنی ترکیب مشت لغت است. هم مشت استفاده میشه و هم لغت استفاده میشه. بسیار. بخش از ورزش رزمی میشه. آها، چقدر وقت است که امی ورزش کیک بوکسینگ پیش میبریم؟ تقریبا 5 سال بود. 5 سال؟ در 5 سال چقدر افتخار آمده؟ افتخارات زیاد داریم، از کابل داریم، از بغلان، از ولایت های دیگر هم داریم. یعنی بیرون از ولایت دادین؟ بله. شما چقدر وقت است کار میکنید؟ تقریبا 4 سال میشه تحت نظر استاد غلام سخی هستم. 6 مسابقه دادیم، 5 برد دارم، 1 مساوی. و یک کپ من دوین ولایت بود، همین هفته پیش مسابقه دادم، توانستم حریف خود در راوند 2 نکاوت کنم. انشاءالله که همیشه موفق باشید. سپاس. شما چقدر وقت است کار میکنید؟ من 3 سال است، مدت 3 سال پیش استاد غلام سخی تمرین میکنم و 3 مسابقه دادیم که 2 برد و 1 مساوی دارم. کی کپا دا مسابقات ولایتی گرفتیم، کاریفا تانستم نکات کنم و یک کی دوام برد دارم، کی را گرفتم و دیگر هم مساوی. بسیار خوب، شما چه وقت است که کار میکنین؟ ما 3 سال چه پیش استاد غلام سخی تمرین کردیم، دیگر 4 مسابقه داریم، 3 برد 1 باخت. آها، بسیار عالی. این کپا مربوط کی میشه استاد ابراهیمی؟ این کپا نام خدا مربوط قهرمانای مبارز افغان است. این کپ مربوط حکیم جان می باشه. بسیار خوب. جناب محترم مبارز کپ دومیم از قهرمان ما تقی جان تقی محمدی است. و او کپ که دومی گلوچی داره و مربوط حسیب الله جان می باشه. و کپ آخری هم مربوط ایواز باداری شاگرد قهرمانم است. و کپ آخری است که 2 سال پیش خود کلاب ما در بین کل کلاب ها که اول چون مقام اول گرفته بودن بودن مربوط خود کلاب می باشن. آقای ابراهیمی، هزی که استاد یک کلاب هستین و چقدر ورزشکار زیر دست شما ورزش میکنن و یاد گرفتن، اولین چیزی که برای یک ورزشکار خیلی مهم است چیست؟ اولین چیزی که برای ورزشکار مهم است اخلاق داشته باشه. یک ورزشکار باید قسم در بازار برای یا در کوچه مردم عادی نفهمه که ورزشکار است یا نیست. تخصیص نیست که دبیر برای ما ورزشکار است که در مقابل مردم که ورزش نکنه، یعنی ورزش کس نکشه، نمایان نکنه. بله بله. در امی ورزش کیک بوکسینگ که شما گفتین، چی معیار است؟ قد بلند باشه، اندام درست باشه، حالا مثل در مثلا در بسکتبال و والیبال اینا قدشان بلند باشه میتونن این ورزش پیش برن؟ این جوانایی که نزد شما ورزش کیک بوکسینگ پیش میبرن، معیار برشان چی است؟ قدشان، وزنشان؟ در ورزش رزمی که است قد مهمتر است. در پایلی قدم زحمت و پشت کارم مهم است. اگر قدم بلند باشه، زحمت و پشت کارم که نداشته باشی، بازم بفایده است. از کلش کدم زحمت پشکار خیلی رول داره. بله، یک روز رفته بوده میگه یک نفر در بازار گفته کچولو چرا قدر قیمت شده؟ گفته نامخدا تعداد ورزشکارا زیاد شده. چرا که ورزشکارا هر قدر زیاد شوه و همه قدر که ورزش میکنن، تخم کچولو قیمت میشه. چرا کل با این خاطر که شما میرین در بازار وقت تخم کچولو خریداری میکنین، اگر قیمت از کلش گناه گردن نزنه میناز گناهتان، به خاطر از اینا که اینا بیشتر تخم کچولو را استفاده میکنن و قیمت شده در بازار. تمام کسایی که میبینیم که امروزه ورزش میکنن از تخم کچولو بیشتر استفاده میکنن. اگر نفرایی که در خانه از تخم کچالو قدر استفاده کنه، اون که وزنشان 6 برابر میشه. چرا از این ورزشکارا قدر وزنشان بلند نمیره؟ ورزشکارا که هست
اما جیران مثلا هر روز تمرین که میکنن پس دوباره در پروتئین ضرورت داره. بله. میخوای پس دوباره اما بیشترین پروتئین انرژی چطور که هست تخم و کچالو یا کیله و جوس دارن. از این خطر زیاد از او استفاده میکنه. خودتان چقدر وقت ورزش کردین؟ ما تمرینات ما به مدت 10 سال میشه تمرین کردیم و پیش جناب محترم استاد فهیم فیزی که فعلا میشه در آلمان هستن اگر جاشون خالی است. بله. و در مدت 5 سال میشه خودم تمرین میکنم. از این بیننده اینجا تقدیرنامه ها و تقدیر از پیش ما استاد غلام سخی ابراهیمی این تقدیرنامه را از کجا گرفتین؟ این تقدیرنامه و تحسین‌نامه از طرف رئیس عمومی پروفشنال کیک بوکسینگ افغانستان در مسابقات قبل برمان داده شده داشت. بله. و ای از آقای حکیم است. این تقدیرنامه از طرف ایرتان از بیرون از ولایت است دیگه از طرف واسه قیومی استاد بازمهر مبارد برمان داده شد. حکم قهرمانی گرفتن. و ای هم از عبدالحکیم است. این از کجا گرفتین؟ ای را از بغلان گرفتیم. از بغلان. بله. در اینجا مقام اول گرفتین؟ بله. بسیار خوب. یام از استاد غلام سخی است. یام لب سپاس است از طرف سازمان HEC که در مسابقات شما رو دعوت کرده بودن رفتیم. یام از استاد غلام سخی است. یام لب سپاس از طرف رئیس عمومی کیک بوکسینگ ولایت بلخ. برای ما داده شده. از این بیننده هنجا حکم قهرمانی و چندین دانه تقدیرنامه‌های زیاد است که وقت برنامه ایجاب نمیکنه یک یک نشان بدم. از شما میپرسم که در آینده چی برنامه ها روی دست دارین؟ آیا کدام مسابقه هم هست که بخواین انجام بدین یا خیر؟ بله، ما برای فعلا تمرین ها را جریان دارد تا مثلا دو ماه بعد دیگه چی شروع میشه مسابقات؟ بله، ما تمرین کردیم. مسابقات داخل ولایت است؟ ولایت است، بله. به خاطر هم دو تمرین هم جریان داره. دو تایم تمرین کردیم. آماده گرفته رسیم. بسیار خوب، انشاءالله که موفق باشین. تشکر. اگر فراموش نکنم اسمتان عصیب بود. فرهاد. فرهاد جان. فرهاد جان شما اینو بگوین وقتی که در مسابقه میرین که باید جناب مقابل مسابقه بدین سه نام معیار است که باید همسنتان باشه یا نه که خرد کلان بود از شما کرده مشکل نیست. سه نام خو کمی معیار است. زیادترین چیزی که است وزنشان است. آها. وزنشان باید یکسان باشه. بله. بسیار خوب. اسم خودت؟ تقی. تقی جان شما ای را بگوین که وقت در مسابقه میرین همراه جانب مقابل مسابقه میتین اولین کاری که میخوایی امور هر کس از خود یک سب میشن داره دیگه اگر اشتباه نکنم امور سب میشن خودت چه قسم است؟ ما سر میشن نیست که امی اول که مسابقه که می فایت کم می که من دوست اشاره کده میزنم ایتو تال نمیتم ما میخوایم نمره خود بگیرم در اون اول میخوایم معرفی خود بشناسم چی زیاف کار میکنه او کار که با دراون دو پیش خود چورت میکنم چرا قم دیم این نیکاو چرا پیش یعنی مسابقه را خلاص شده دیگه بران دو تکنیکای خود ادامه میتم انشالله که مثل مسابقه هفته پیش اینوره که مدال گرفتم نیکاو چد انشالله که همیشه موفق باشی. آقای حکیم برای ما میگه که راز موفقیتش در چیست؟ راز موفقیت ما بالای من استاد من زحمت زیاد میکشن فامیل بسیار تشویق میکنم مرا پدر جان مادر جان. عزیزان بیننده امروز نام خدا 5 نفر قهرمان اینجا با خود داشتیم در برنامه که واقعا زحمت زیاد کشیدن افتخار افغانستان ما ورزشکارای ما هستند که واقعا خیلی زحمت میکشن و ورزش میکنن و افتخار میرن به افغانستان. سپاس از تمام شما که دعوت ما را پذیرفتین آمدین در برنامه. ای بود داشتهای امروز که یک به یک تقدیم شما کردیم. سپاس از تک تک شما که تا حال ما را همراه بودین و همراهی کردین. مهمانای مختلف داشتیم که در برنامه آمدن و گفتنی های خود با شما شریک ساختن. تا فردایی که باز هم خدمت قرار میگیریم تمام شما را به خالق یکتا و توانا مسپاریم. شب روز خوش داشته باشین. خدا نگهدار.